درس بیستم نوسان بازارها و نوسان احساسات اخیرا موضوع مهمی را که نتیجه یکی از تحقیقاتم بود در وبلاگ تریدر فید به اشتراک گذاشتم این بررسی را روی داده های بازار قرارداد آتی S&P برای دو ماه دی و اردیبهشت 2008 انجام دادم و متوسط نوسان دورهای نیم ساعته این دو ماه را با یکدیگر مقایسه کردم. در طول این دوره نوسانات کلی بازار که با شاخص VIX سنجیده می شود به مقدار قابل توجهی کاهش یافته بود. در دی ماه زمانی که شاخص VIX عدد بالایی را نشان میداد، در محدوده بین بالاترین و پایینترین قیمت متوسط نوسانات دوری نیم ساعته 6 دهم ده درصد بود و در اردی بهش ماه با شاخص VIX پایین تر. این عدد به 28 سدوم درصد کاهش یافت. به عبارت دیگر بازار در اردی بهشت ماه تنها نیمی از راهی را که در دیماه ماه رفته بود توانست طی کند. این موضوع چطور بر احساسات معاملگران تأثیر می گذارد؟ زمانی که معاملگر نوسان بالای بازار دیماه را در ذهن دارد انتظاراتش از حرکت بازار در ماه اردی بهشت بیشتر نیز می شود بنابراین حد سود معاملات خود را در فاصله نسبتاً دورتری قرار می دهد اما در بازاری با نوسانات پایین تر قیمت نمی تواند به حد سود او برسد تکرار روزانه و هفتگی این تجربه برای معاملگر موجب ناامیدی او می شود. فارغ از این مسئله امکان دارد زمانی که فرصت های معاملاتی کم شده اند حجم معاملات خود را افزایش دهد. معاملگرانی را می شناسم که تنها به دلیل قرار گرفتن در چنین موقعیتی مقادیر زیادی از سرمایه خود را از دست دادند در مقابل برخی معاملگران معاملات خود را متناسب با دوری کم نوسان بازار تنظیم می کنند و برای مدیریت ریسک حد ضرر را نزدیک به نقطه ورود در نظر می گیرند اما با ورود به دوری پرنوسان بازار حد ضرر معاملاتشان مرتب فعال می شود حتی زمانی که در جهت روند بازار معامله کرده باشند این کار نیز جز ناامیدی نتیجه برای آنها به همراه ندارد این دو مثال به خوبی نشان میدهند که چطور اجرای ضعیف معامله می تواند محرک پریشانی در معامله گری باشد. شاید اینطور به نظر برسد که عدم رعایت قوانین منجر به ناامیدی شده بود. البته تا حدی این مطلب درست است. در حالی که عدم توانایی در انتباق با نوسانات بازار دلیل اولیه این ناامیدی بوده است. اگر در تعیین حد ضرر، حد سود و حجم معامله از قوانین ثابت استفاده کنیم که در آنها نوسانات بازار و هماهنگی با تغییرات آن لحاظ نشده باشد نتایج معاملات ما با هر تغییر در نوسانات بازار بسیار متفاوت خواهد بود به همین دلیل تغییر در نوسانات بازار می تواند به نوسان احساسات ما منجر شود و از آنجا که نمی توانیم خود را با رفتار بازار هماهنگ کنیم برخوردی انفعالی با بازار در پیش می گیریم درصد بالایی از پریشانی احساسی ما از اجرای ضعیف معاملات و مدیریت ضعیف ریسک و معامله نشد میگرد. به همان اندازه که خلق و خوی بر معاملگری ما تأثیر گذاره است، معاملگری نیز بر خلق و خوی ما تأثیر میگذارد. تحقیقات نشان دادهاند که افراد بسته به ویژگی های شخصیتی خود آستانی تحمل متفاوتی برای ریسک های مالی دارند. تمایل به ریسک پذیری نه تنها در حجم معاملات که در بازارهای مورد معامله نیز خود را نشان می دهد. کم شدن نوسانات بازار معاملگران نوسانگیر را خسته می کند. در مقابل معاملگران ریسکگریز افزایش نوسانات بازار را یک تهدید قلمداد می کنند. نوسانات بازارها خلق خوی ما را دچار نوسان می کنند چرا که نسبت ریسک به پاداش برای هر معامله به میزان قابل توجهی تغییر می کند. این نکته را در نظر داشته باشید که با تغییر ابزار معاملاتی مشکلات مشابهی را تجربه خواهید کرد. مثلا وقتی از معامله شاخص S&P به معامله بازار نفت روی می آورید. معاملگران روزانه اغلب در فهرست تحت نظر خود سهم های مختلفی را پیگیری می کنند و به سرعت سرمایه خود را از بخشی به بخش دیگر جابجا جا کرده و سهمی با الگوهای نوسانی کاملا متفاوت را معامله می کنند. اگر حد ضرر، حد سود و حجم معامله را مطابق با سهم جدید تنظیم نکنند، به دلیل فعال شدن زودتر از موعد حد ضرر، نرسیدن قیمت به حد سود یا به دست آوردن سودها و ضررهای غیر متعارف سرخورده و ناامید می شوند. برخی معاملهگران از به دست آوردن سودهای بزرگ در معاملاتی خاص صحبت می کنند اما اغلب این سودها از معاملهای با حجم بالا و با خروج بسیار سریع از بازار ایجاد شدهاند اگرچه با سود خارج شدن از معامله حس خوبی دارد اما واقعیت این است که این معامله احتمالا مدیریت ریسک ضعیفی داشته است نسبت ریسک به سود نسبی است به دنبال سودهای بزرگ بودن به طور اجتناب ناپذیری افت سرمایه های بزرگ را نیز به همراه می آبرد. کلید موفقیت در معاملگری این است که در محدوده ریسک خود معامله کنید. به این ترتیب موجهای قیمت نمی توانند تأثیری بر دیدگاه شما در مورد بازار و روند تصمیم گیری تان داشته باشند. آیا از میزان نوسانات بازاری که معامله می کنید آگاه هستید؟ آیا حد سود و حد ضرر معاملات را بر اساس میزان نوسان بازار تنظیم می کنید؟ اگر بازارها و ابزارهای متفاوتی را معامله می کنید، آیا انتظارات شما با نوسانات آنها متناسب است؟ رانندگی در یک آزادراه شلوغ با رانندگی در یک خیابان خلوت متفاوت است. معاملگری در بازارهایی که سرعت بالایی دارند نیست مانند معامله در بازارهای کم نوسان نیست در این رابطه برای خود یک استراتژی در نظر گرفتم که کارایی خوبی داشته است بدین نحو که بازار معاملاتی خود را در طی 20 روز گذشته بررسی می کنم و در تایم فریم های 30 دقیقه 60 دقیقه و غیره محدوده بالاترین و پایین ترین قیمت را مشخص کرده و میانی این محدوده را محاسبه می کنم نوسانات حول این مقدار میانی را نیز یادداشت میکنم تا کم نوسان ترین و پر نوسان ترین محدوده را به دست آورم با این اطلاعات می توانم مواردی که در ادامه آمده را بررسی کنم در طول روز می توانم میزان تغییرات قیمت را نسبت به میانگین 20 روز گذشته بسنجم تا در تا در حین انجام معامله انتظاراتم را با میزان نوسانات روز هماهنگ کنم به عنوان مثال اخیرا ارزش شاخص S&P 500 در ابتدای روز به اندازه 12 پیپ افزایش یافت که بر اساس مطالعات هم این عدد حد اکثر جابجایی را برای آن روز نشان میداد. این اطلاعات نه تنها مانع از انجام یک معامله هیجانی شد بلکه توانستم از انجام معامله فروش نیز سود خوبی به دست آورم. زمانی که نوسانات بازار نسبت به 20 روز گذشته در حد متوسط است فرصت معامله در محیطی کم نوسان را به دست می آورم و با در نظر گرفتن حد ضررها و حد سودها در نزدیکی نقطه ورود حد سود معاملاتم به دفعات بیشتری فعال می شوند بنابراین حتی اگر در مواقعی بازار در خلاف جهت معامله من حرکت کند چندان دلخور نمی شوند. زمانی که نوسانات بازار از 20 روز گذشته فراتر می رود، حد ضررها و حد سودها را در فاصله دورتری از نقطه ورود در نظر می گیرم. حجم معاملات را با نوسانات تنظیم می کنم تا به معاملاتم اجازه حرکت بیشتری دهم. زمانی که نوسانات بازار افزایش می یابد، می توانم حد سودها را در ترازهای مختلف در نظر بگیرم تا با رسیدن قیمت به حد سود اول بخشی از حجم معامله را کم کنم و به حجم باقی مانده تا رسیدن به حد سود دوم اجازه حرکت بیشتری دهم. در موقعیت های بالا بر اساس نوسانات بازار معاملات خود را کنترل می کنم. به جای آن که حرکت یا عدم حرکت بازار من را کنترل کند، فعالانه معاملاتم را با محیط بازار آن روز تنظیم می کنم. این شیوه کنترل معاملات یک پادزهر قوی برای احساس پریشانی در معاملگری است که تغییر در نوسانات بازار را به فرصتهای بالقوه تبدیل می کند. با استفاده از نرم افزار اکسل می توانید میانگین حجم و نوسانات بازار را در دوره های گذشته ثبت و پیگیری کنید. به عنوان مربی معاملگری خود باید خلق و خوی خود را همیشه تحت نظر داشته باشید تا اگر احساس ناامیدی به شما دست داد بررسی کنید که آیا تغییری در بازار موجب بروز چنین احساسی در شما شده است یا نه بسیاری اوقات این حالت به واسطه یه تغییر در نوسانات بازار یا تغییر ابزار معاملاتی شما ایجاد می شود. بهترین تمرین برای کمک به معاملگری و خلق و خود در نظر گرفتن قوانینی برای انتباق با محیطهای نوسانی مختلف است. نکته راهنمای مربیگری اگر برای سهم مورد معامله خود میانگین حجم معاملات را در هر لحظه از روز بدانید به سرعت می توانید تغییرات آن را در طول روز تشخیص دهید اگر بدانید چطور حجم فعلی را با میانگین حجم معاملات مقایسه کنید می توانید زمان شکست شدن یک محدوده قیمتی را در سهم تشخیص دهید اگر بتوانید کاهش سرعت حرکت بازار را قبل از آشکار شدنش تشخیص دهید، می توانید معاملات خود را با برگشت قیمت هماهنگ کنید. پایان فصل دوم.